اوج بربریت و وحشت، تجاوز گروهی یک فرمانده پلیس و همراهانش بر یک کودک در ولایت قندهار، تلفات سنگین طالبان مسلح در ولسوالی اندر، پیشنهاد گلبدین حکمتیار برای طالبان به خاطر اتحاد، کشته شدن آمر امنیت فرماندهی پلیس پکتیکا، و در پایان بحث هیئت‌های حکومت و طالبان برای رفع اختلاف‌ها. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. 16 طالب مسلح در ولسوالی اندر کشته و زخمی شدند. دفتر رسانه‌ای مقام ولایت غزنی امروز شنبه نوشت حوالی از ساعت 1:30 شب گذشته طالبان مسلح بالای کندک سوی ارتش ملی در ولسوالی اندر ولایت غزنی حمله کردند که در نتیجه زده حمله و دفع حمله نیروهای اردوی ملی 7 طالب مسلح کشته و 9 تن دیگرشان زخم برداشتند. در ادامه این خبرنامه آمده است که 83 تن از طالبان در میدان نبرد باقی مانده است. یادآوری میکنیم که غزنی یکی از ناامن‌ترین ولایت‌های افغانستان است که جنگجویان طالبان در برخی از ولسوالی‌های آن حضور گسترده دارند. گلبدین به طالبان پیشنهاد اتحاد داد. به گزارش اسپاتنی، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی روز گذشته جمعه در جریان ادای نماز جمعه به گروه طالبان پیشنهاد دادند که با هم متحد شوند. او گفته است که حزب اسلامی و طالبان ارزش‌های مشترکی دارند. حکمتیار اظهار داشت حزب اسلامی برای گفتگوهای مستقیم با طالبان و همچنین برای مشارکت و همکاری آماده است. ما معتقدیم که اگر این دو گروه دست به دست هم دهند، بحران افغانستان به زودی پایان می‌یابد و هیچ نیروی قادر به ایستادگی در برابر آن نیست. وقتی اولین دور گفتگوهای کابل و طالبان به پایان رسید، حزب اسلامی و طالبان آماده آغاز مذاکرات و گفتگوها هستند. انتخاب در دست طالبان است. وی افزود از نگاه طالبان دولت افغانستان در وضعیت کنونی ضعیف است، بنابراین هیچ فوریتی برای صلح وجود ندارد. برخی اعضای این گروه برای راه حل نظامی، برخی بر راه حل مسالمت‌آمیز، برخی پیوستن به حزب اسلامی که از نظر عقیدتی و عملی نظام اسلامی، عقب نشینی مهاجمان خارجی، استقلال افغانستان نزدیک هستند اصرار دارند. آزادی و بسیاری از موضوعات وجه مشترک آنها است. اگر طالبان به حزب اسلامی که در کل کشور احساس نزدیکی می کند، پس این فقط حزب اسلامی است. گروه های اسلامی خواهان اتحاد و اتحاد هستند. رهبر حزب اسلامی افغانستان با اشاره به آغاز مذاکرات بین الافغانی در دوحه پایتخت قطر توضیح داد. در جریان مذاکرات، هیئت نمایندگی ایالات متحده تلاش خواهد کرد تا در مورد دولت جدیدی که مورد قبول سایر طرف ها باشد به توافق برسد. البته این گفتگوها با تهدیدها و موانع داخلی و خارجی زیاد روبرو است. به احتمال زیاد مدت زیادی به طول خواهد انجامید. دولت آماده نیست تا به راحتی قدرت را ترک کند. تا آخرین لحظه تلاش خواهد کرد تا از تشکیل دولت جدید جلوگیری کند. این در حالی است که گفتگوهای صلح بین الافغانی از روز شنبه گذشته در قطر آغاز شده است. با گذشت یک هفته از این مذاکرات، اما تاکنون طرفین توافق چشمگیری انجام ندادند. گلبدین حکمتیار تا چند سال پیش یکی از مخالفان مسلح دولت افغانستان بود که با دولت‌های پسا طالبان می‌جنگید، اما در میزان سال 1395 به روند صلح پیوست. او پس از آن بارها از طالبان نیز خواست با دولت صلح کنند. تجاوز گروهی یک فرمانده پلیس و همراهانش بر یک کودک در ولایت قندهار. به گزارش سپوتنیک، به نقل از سلام وطندار، به گفته باشندگان محل، این کودک از سوی ملا روزی
فرمانده پلیس یک پازگاه در منطقه کارزک و ولسوالی دن به زور به پازگاه برده می شود و سپس مورد تجاوز قرار می گیرد. باشندگان محل می گویند که خانواده این کودک در همسایگی پازگاهی که ملاروزی مسئولیت آن را به عهده داشت زندگی می کنند. بر اساس معلومات مردم محل این کودک پس از تجاوز گروهی و شکنجه کشته می شود. به گفته آنان این کودک 14 سال سن داشته است. جمال ناصر بارکزای سخنگوی فرماندهی پلیس قندهار با رد این ادام می گوید که این کودک دو روز پیش از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده بود و در پی شکنجه آنان کشته شده است. او می گوید بر اساس ادعایی که مردم کردند فرمانده پلیس این پازگاه با زیردستانش بازداشت شده و بررسی جریان دارد. فرمانده پازگاه و اعضای خانواده این کودک تا کنون در پیوند به این رویداد چیزی بر رسانه ها نگفتند. یاد آوری می کنیم که این رویداد در حال اتفاق می افتد که یک هفته پیش پلیس قندهار از کشف جسد یک خانم با سر و صورت پوست شده در شهر عینو مینه قندهار خبر داده بود. عامر امنیت فرماندهی پلیس پکتیکا کشته شد. منابع محلی در پکتیکا تایید کردند که آصف توخی عامر امنیت فرماندهی این ولایت بر اثر انفجار ماین کشته شده است. محمد الله امینی سخنگوی والی پکتیکا امروز شنبه 29 سنباله اعلام کرد که توخی در ولسوالی یحیی خیل این ولایت هدف انفجار ماین قرار گرفته است. با گفته او این ولسوالی گواه درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان بوده است. امینی در مورد جزئیات این درگیری چیزی نگفته است. پکتیکا از ولایات ناامن کشور است که در برخی از ولسوالی های آن طالبان حضور دارند. گفتنی است که طالبان در شبانه روز گذشته در چندین ولایت علیه نیروهای دولتی دست به حمله زدند. در پکتیا در همسایگی پکتیکا صبح امروز معاون شورای ولایتی آن ولایت کشته شد. در ولسوالی دیدادی بلخ نیز انفجار یک موتر بم گذاری شده یک مامور امنیت ملی را کشت و 7 نفر دیگر از فرماندهان این نیرو را زخمی کرد. همزمان اشرف غنی رئیس جمهوری در واکنش به کشته شدن معاون شورای ولایتی پکتیا از طالبان خواسته است که اگر خواهان به نتیجه رسیدن گفتگوهای جاری صلح هستند دست از خشونت بردارند و آتش بس کنند. خواسته تکراری که پیش از این با بی‌اعتنایی طالبان روبرو شده است. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفاً نظریات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار، کامگارو و سرفراز باشید.